ساتلایت اکسپرس AM6، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریزیشن ورتیکال، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3. با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی، من در اواخر فصل چهارم این کتاب وضع و شرایط روح علمی تعریف ژان فروستی ترجمه علی محمد کاردان هستم که رسیدم به موانع ادراک واقعیت، که به درستی در این موانع ادراک واقعیت که جز مغز بشر، نه قلبش، نه روحش، نه مرکزی برای فکر کردن وجود نداره، بحثی باز کرد فکر بشر به مغز او بستگی داره. نمیخواد خیلی تند برخورد بکنه به مذهب و کلن ایدالیسم. بیکران بودن جهان و نامتجانس بودن زمان. ما عالم بیکران رو، هر کسی که ادعا کنه همه چی رو میدونه، به قول مثل فرانسوی میگه خدا و ابلهان اشتباه نمی کنه. خدا اگه وجود داشته باشه که نداره، اشتباه نباید بکنه. ابله هم چون فکر میکنه اشتباه نمی کنه، ابلهه. بعد بخش سوم ماجرای ایرگارش بود که بعضی چیزها رو ما نمیشنویم. وقتی لغت در زبان مادری ما وجود نداره و یا اون زبان رو خوب یاد نگرفتیم، ما نمیتونیم اون لغت رو بشنویم. مثال از خودم و 4 هم دوره هم گفتم که معلم میگفت اینا میگفتن لو، معلم میگفت، به ما فرانسه تعلیم میدادن، بیوروکراسی، اینا میگفتن بوروکراسی، حکومت سلاخ ها معنی میده در فرانسه. لو هم بگید لو رو، آب معنی میده به جای اینکه ا فارسی باشه. آخر پرسید چطوری این یه نفر درست تلفظ میکنه، شما نه؟ من با اون انگلیسی شکسته، با انگلیسی چیز میکرد، فرانسه که خب نمیدونستید. گفتم که در زبان مادری من هست، اینا ندارن. آها، فکر میکرد هر 4 ایرانی هستیم بس یکیه. برحال اینجا آمریکایی چجوری گارشو نمیشنوه، ایره غیرو، و خود این آقا هم میلکو درست نمیتونست ژان فروستی در امریکا تلفظ کنه. جزء موانع روح علمی یکی روح عقلیه که فکر میکنه کفایت میکنه و دیگه دنبال تجربه نمیره. این یکی از موانع. دوم خود مشاهده هست، مشاهده حسی ناقص. رسیدیم به اینجا، خواستم این تداوم رو عزیزان بدونم. من یه ذره، یعنی یه پاراگراف بالاتر میخونم که اون جمله لاوازیه رو دوباره به خاطر بیاورم. بله. اما نه برای اثبات وجود این واقعیات کافی و نه، بله، یعنی فکر عقلی امکان وجود عده‌ای از واقعیات را فراهم میکند، اما نه برای اثبات وجود این واقعیات کافی است. تجربه لازمه، تجربه علمی، نه تجربه عوامانه. و نه به وسیله آن ما می توانیم واقعیات مطلقا جدید را که مستقل از دانش قبلی ما وجود داشته باشد کشف کنیم. داره روح عقلی، خرد عقلی رو نقد میکنه. از این رو سطور زیل که لاوازی، از لاوازی است، پدر علم شیمی مدرن،
به نظر من حاوی مطالب اساسی است. شیمی رو با کیمیا جابر بن حیان طرطوسی کشف کرد زمان منصور، زکریای رازی هم اونو در دنیای اسلام بستش داد، اون آسید نیتریک و تیزاب سلطانی، و زکریای رازی آسید سولفریک و الکل. و یعنی لاوازیه چنین می نویسد: تنها وسیله ای که مانع جدایی و فاصله میان اندیشه و واقعیت می شود عبارت از این است که حتی الامکان استدلال را که منشأ آن از خود ماست و تنها چیزی است که می تواند ما را گمراه کند از میان ببریم. یعنی بریم به تجربه، تکیه کنیم به تجربه، یا لااقل آن را ساده کنیم و به طور دائم آن را به محک تجربه بزن. استدلال لازمه به صورتی که به تجربه تکیه کنیم و فقط واقعیات را که عطایای طبیعت هستند و ممکن نیست ما را به اشتباه بیندازند نگاه داریم و حقیقت را فقط در تعاقب و تسلسل طبیعی تجارب، یعنی تجربه ها و مشاهدات، جستجو کن. چون رفرانس رو هفته قبل خوندم دیگه لازم نیست. خط المان دو شیمی، رساله یا کتاب علمی مقدماتی شیمی بست. خلاصه کلام این است که مشاهده و تجربه مهمترین منبع واقعیاتند و استدلال، من اضافه میکنم، رسیدم به مشاهده و آزمایش. این رو البته توش اشاره خواهد کرد کلود برنارد که بیولوژیست هم بود و وظیفه اعضای بدن رو کبد چه کار میکنه، محلول کلوبرنات هست، تو اون محلول قلب رو بندازید میزنه، نشون داد قلب ضمن این که به بدن وابسته است یه تلمبه خودکاره، میشه الان از روی همین حفظش کرد. بعد پیوند زد جگر انسان و کلیه ها هم همینطوره. این علوم تجربی رو از روی علم فیزیولوژی، پدر فیزیولوژی دیگه، نه بیولوژی ها، فیزیولوژی طبقه بندی کرد، یعنی وظایف الاعضا، اعضا چی کار میکنه. گفت اول مشاهده است، مشاهده علمی، بعد یه آزمایشه، دوباره اونو تکرار کردن، دوباره همون نتیجه به دست بیاد. وقتی چنین شد فرضیه اولیه درست میکنه، اون فرضیه رو به مشاهدات جدید در حوزه های جدید میکشیم تا رسیدن به تئوری علمی، مثلا قانون جاذبه کشف میشه. بعض مفرد از روی افتادن چیزهای مختلف در زم، چون فلسفه رو خدمت عزیزان وقتی صحبت میکردم گفتم هر فلسفه از جمله فلسفه علمی شامل، من عناصرش رو به قول معروف از بزرگان یاد گرفتم بیرون کشیدم، جهانبینیه، جواب اینو میده که دنیا چیه، چجوری به وجود اومده یا چجوری خلق شده. سه شاخه است: ماتریالیست، ایدالیست و شکاک. اینها جهان بینی هست. دو، روش و منطق پیدا کردن حقیقت. منطق ارسطو، منطق دیالکتیک، منطق راسل، از جمله کلود برنات هم منطق روش علمی رو پیدا کرده. به حق میگم، به حق، به این دلیل در کتابی که 20 جلده از سقراط میگیره
افلاطون ارسطو شو زمان شاه به دلیل اون مقاله جبار جمع کردن اپیکور و میاد از جمله کلود برنارد در بر میگه کار نادرستی نکرده. سی صفحه شرح فلسفهش به اصطلاح 30 صفحه نقل قول از خودش و 30 صفحه هم به اصطلاح موضوع اصلی رسالت اون فیلسوف رو نشون میده. 90 صفحه منظورم 100 صفحه میشه. آنچه درباره تفکر عقلی گفتیم در مشاهده نیز ممکن است صادق باشد. یعنی مشاهده ساده آدم رو به خطا بندازه، همچنان که گرفتار استدلال عقلی نادرست شدن کار بسیار آسانی است. من بگم همه میبینن خورشید دور زمین میچرخه دیگه، بید از هر کس بپرسید، استدلال دیگه، پس خورشید دور زمین میچرخ. بله، گرفتار استدلال عقلی نادرست شدن کار بسیار آسانی است، ولی تشخیص اشتباه آن دشوار است. مشاهده ناکافی که بد انجام گرفته است نیز بسیار آسان آدمی را به اشتباه می اندازد. همین مشاهده خورشید رو که مثال زدن. یکی از دانشمندان بزرگ می نویسه وقتی کوپرنیک نشان داد که آنچه به نظر ساکن است یعنی زمین در واقع متحرکه و آنچه که به نظر متحرک میاد در واقع نسبت به ما ساکنه، معلوم شد چجوری مشاهدات حسی عادی میتونه فریب دهنده باشه. اشتباهات دنبال کتاب. اشتباهاتی که همه ما دچار آن میشویم به وفور گواه بر این مدعاست. تصویری که مشاهدات روزانه و جاری از واقعیت یا واقعیتها به دست میدهند تصویر جسته و گریخته و بی ضبط و ربط است و اگر بر اثر روح عقلی و تربیت این تصاویر منظم نمی شد آنچه ما در طبیعت می دیدیم حواسی تند و گذران بیش نبود و ما را بدون شک تا ابد همان و ما بدون شک تا ابد همان اشتباهاتی را که نیاکان ما مرتکب شده اند ما هم مرتکب شده. مانند اینکه طبیعت از خلأ منزجر است. ارسطو، تفکر ارسطویی. برگ درختان کمتر از سنگ محکور قوه ثقل هستند، چون میگردن که این یواش میفته، فشار هوا و اینا اونا رو نمیتونستم بفهمم. و آتش عنصری جدا از ماده، عنصری جدا از ماده است و نظایر این اشتباهات که سکون زمین و حرکت خورشید. ما هم نظیر نیاکانمون این اشتباهات رو اگه به تجربه عوامانه صرف تکیه میکردیم مرتکب میشدیم و هنوزم میشدیم. اگر به مطالبی که مردم راجع به تأثیر ما کهبینی و آینده بینی و اینا و تأثیر ستارگان در حیات آدمی و تأثیر اعداد در بخت و اقبال میگویند توجه کنیم، می توانیم به تنوع و ماهیت اشتباهاتی که از مشاهده عامیانه طبیعت ناشی می شود پی ببرد. ما از مطالعه مشاهده عامیانه که خود موضوع جالب و شورانگیزی است حیف ادامه نداده این بحث.
در اینجا صرف نظر کرده و فقط به اثر تصادف که موجب شگفتی مردم می‌گردد و فوراً آن را به دلیل وجود رابطه تعبیر می‌کنند اشاره می‌کند. مثلا هرگاه کسی از زیر نردبانی عبور کرده با اتومبیلی تصادف کند و سرنگون گردد، چنان که گویی گذشتن از زیر نردبان آدمی را از تصادف مصون می دارد، یا کسی که در روز 5 آوریل سال معینی به دنیا آمده در روز 5 آوریل یکی از سالها بمیرد که روز تولد و مرگش یکی باشد، چون که گویی 1365 افراد در همان روز و ماه تولد خود نمی میرن. کمیابی این موارد قابل تجربه نیست، قابل مشاهده نیست. دوباره ببینید، کمیابی این موارد بیش از کمیابی کسانی است که در 5 آوریل سال معینی متولد شده و در روز 6 یا 9 آوریل یا 12 اوت و یا یکی از روزهای واقع میان 0 یعنی 1 و 365 که در هر حال با 5 آوریل فرق دارد میمیرند. فوراً میان این دو واقعه آنها رابطه برقرار میکنند. ممکن است بتوان در برابر این اشتباهات عامیانه نسبتاً آسان مقاومت کرد، ولی یا لکن مشاهده و تجربه فقط با شرایط بسیار سختی که در صفحات آینده مخصوصاً در مبحث معجزه به بحث آن باز خواهم گشت به یقین منتهی می شود. در اینجا به مطالبی که برای متقاعد ساختن قاطبه افراد بشر یا لااقل اکثریت آنان درباره رستاخیز مسیح لازم بوده یا خواهد بود اشاره می کنم و می گذارم. آقای کاردان متاسفانه اینجا چند تا نقطه گذاشت، یعنی جرأت نکرده اینو در ایران مطرح بکنه. ایشون در فرانسه مطرح کرد، یعنی سانسور کرده چند نقطه، کفرآمیز بوده. چون مسیح دوباره زنده شده، دوباره رفته آسمون، اومده در باغ شاگردان شدید الاخ در انجیل. عملا یقین تجربی هنگامی حاصل می شود که مشاهده هر چند بار که شکاکترین اشخاص ناظر حقا و قانونا بخواهند تکرار پذیر باشد، زیرا دانشمند هر نتیجه‌ای که گرفته باشد این نتیجه میتواند و باید او را به یاد عواملی بیندازد که ممکن است دور از نظر او دخالت کرده باشند و حضور آنها به شرط آنکه واقعا مشاهده شده باشد تبیین حادثه مورد نظر را نسبت به گذشته به کلی تغییر دهد. بنابراین باید عالم بتواند، یعنی دانشمند، مشاهده خود را هر چند بار که لازم است تکرار کند و همون نتیجه را بگیرد تا برای او یقین حاصل شود که وجود هیچ عاملی مورد غفلت قرار نگرفته است. زیرنویس: مقصود این است که عالم یقین حاصل کند که همه عوامل دخیل در واقعیت را باز شناخته و هویت آنها را معلوم ساخته و آنها را وصف و اندازه‌گیری کرده است. چند نقطه:
تا به حدی که رضای متخصصان شعبه های مختلف را که باید و می تواند به یاد بیاورد جلب کند. البته این شرط بسیار شاق است، یعنی مشکل است، زیرا غالبا و در علوم انسانی تقریبا همیشه آزمایش قاطعی نیست، چون واقعه عیناً تکرار نمیشه هیچ وقت، نه در اقتصاد، نه در روانشناسی، نه در جامعه شناسی که دیگه اصلا، و نه در تاریخ که دیگه در تاریخ هزاره هاست بخش مهم میشه. البته این شرط بسیار شاق است، زیرا غالبا و در علوم انسانی تقریبا همیشه آزمایش قاطعی نیست که عدم غفلت عالم را تضمین کند. باری چنان که گفتم زمان متجانس باشه، اگر جسم هم یعنی ثانیه ها خودش باشه و این هم جسم ثابته هم زمان متشابهه. در فیزیک همینجوره، دقیق تر از شیمیه. در شیمی ما ترکیب و نتیجه رو میبینیم، ولی ترکیب رو نمیتونم اون دقتی که در فیزیک میتونم سنگ رو انداختن عکس برداری کنم، مترم بذارم پشتش ببینم متشابه و تغییر تند شونده است. در بیولوژی گفتم میکروب مقاومت میکنه، جسم همون جسم نیست، ولی اون که زمان متشابه انسانی ها. در علوم انسانی زمان متشابه نیست، یک امپراتوری در زمان ولید ابن عبدالملک 86 تا 96 هجری درست میشه، از کاشغر چین تا اسپانیا دیگران نمیتونن درست کنن، همینطور چنگیز و تا کوبلای گان منکو گان هخامنشی داریوش طغرل تا ملکشاه سلجوقی، دو سه نفر پشت سر هم آدم لایق بیاد این امپراتوری ها تشکیل میشن. زمان قابل تکرار نیست، کاری که تو اون مقطع انجام میگیره بعدا نمیتونه انجام بگیره به اون راحتی. نامتشابه بودن زمان یعنی این. باری ملاحظه می کنیم که مشاهده عامیانه عموما شخص را به یقین علمی واصل نمی کند. دلیل اصلی آن هم این است که مشاهده مذکور عموما به حوادث منحصر به فرد که یا از نو ساختن آن میسر نیست و یا اگر تجدید شود عین آن نخواهد بود مربوط می شود. در علوم انسانی و چنان که اشاره کردم در مورد بیولوژی، اونی که در بیولوژی ناچاریم آمار رجوع کنیم نه قانون علیت نیوتونی، یعنی واکسن که میزنیم میگیم اینقدر درصد مسئولیت میده. یک بار دیدن نیست، زیرا در نخستین نگاه ممکن است عناصر بیشماری مورد غفلت قرار گیرند. اگر جنبه های پدیده‌ای مورد غفلت قرار گرفته باشد، دو یا سه یا پنج بار دیدن هم بسیار کم است. به همین جهت است که مردم به مشاهده عوامانه بیش از استدلال زنینند و از چشمبندی و نیرنگ و تقلب و دست کم ساده‌لوحی بیم دارند. واکنش دانشمندان و فلاسفه که هر دو اهل استدلالند برخلاف
پیروان ادیان و درویش ها عرفا و اونایی که به اساطیر معتقدند که در شاهنامه اومده از جمله. واکنش دانشمندان و فلاسفه که از دیرباز تجربه محسوس را یعنی تجربه حسی را باطل می دانستند مولود همین نقایص ذاتی مشاهده منظور عوامانه بوده است. از جمله کی؟ پدر علم، علم مدرن، دکارت. اون هم جزء فلاسفه میارن روش به کار بردن عقل و میگه تمام حواس منو به اشتباه میندازن، چشمم سراب رو آب، گوشم انعکاس صوت رو صوت، این دستمو تو آب گرم، این یکی رو در سرد به آب ولرم وارد میکنم، دو جور احساس دست میده، حواس فریبم میدن، هرچی از حواس اومده میتونم شک کنم، اما شک نمیتونم بکنم که دارم شک میکنم، شک میکنم پس هستم، شک کردم فکر کردن، فکر میکنم پس هستم، الی آخر. بریم اینم که نقدش کردن هم نیچه و دیگران، کاری نداریم. از جمله میتوان افسانه غار افلاطون و تعبیر کیرکگورد را نام برد. کیرکگورد چنین میگوید: در اینجا مانند همه جای دیگر تجربه موجود عجیبی است، زیرا دارای این خصیصه است که با چیزی هم موافق است و هم مخالف. لکن ما امروز، ژان فراستی اضافه میکنه، نه تنها میدانیم که تجربه عامیانه موجب خطاست، از علت آن نیز آگاهیم که چرا ما را به خطا میندازه، و نیز برخلاف کیرکگورد و بسیاری از فلاسفه دیگر که ایدالیستن، ایشون هم اگزیستانسیالیست ایدالیسته، و بسیاری از فلاسفه دیگر نزدیک به زمان ما، میدانیم که مشاهده درونی یعنی اشراقی و تعقل هم آدمی را به اشتباه می اندازن. به قسمی که اگر مشاهده و تجربه علمی وجود نداشت، آخرین جمله و نتیجه گیری فصل چهاره، هیچ راهی باقی نمی ماند. بسیار عالی. توضیح مختصری درباره فصل چهارم در قسمت روح عقلی و منطقی یعنی استدلالی، من درباره مسائلی که قضایای گودل معادله داره ریاضیدان مطرح می سازد و بسیار مهم و در عین حال بسیار دشوار است بحث نکردم. این مسائل با اینکه 30 سال از انتشار آنها می گذرد هنوز ناشناخته و گمنامند، اما بزرگترین متخصصان درباره ارزش آنها بحث می کنند و بسیاری از این گروه معتقدند که این مسائل تا به آن حد که غالبا تصور می شود منفی نیست. حداقل چیزی که می توان گفت این است که این مسائل هم معید حدود ابزار عقلی و منطقی است. راجع به مسائل مذکور می توان به کتاب آر پی دو باغل اینیسیاسیون آلوژیک، یاد گرفتن لوژیک یا اصل لوژیک منطق، هیچ ترجمه نمی کنه آقای کاردان این متن نام کتاب ها رو. من رسیدم به بخش پنجم، مشی اساسی روش تجربی. ببینیم روش تجربی چه قدم های اساسی رو برمی داره. چنان که گفتیم مشاهده عامیانه به دلایل عدیده یعنی زیاد
مخصوصا به دلیل اینکه با برآوردهای سطحی و حافظه کم در عالم واقع به انتخاب دلخواهی میپردازه، آدمی را به اشتباه میاندازه. دلایل اینکه مشاهده عامیانه چرا ما را به اشتباه میاندازه بیان کرد. اما عیب اصلی آن نیست که اغلب بی مثل و مانند است در علوم انسانی، یعنی یه بار تکرار میشه، یه بار اتفاق میفته، یه بار ملت ایران میریزن تو خیابونها، محمد رضا شاه میره، با وجود اینکه ملک حسین بهش میگه نرو، چون هایزر و سلیوان اومدن گفتن و وزیر خارجه آمریکا در گوادلوب آورده بودن بردنش دیگه. یه بار تکرار میشه. اینکه آخوند از اونجا بیاد همه رو ببلعه، یعنی به جای آزادی و برابری ملت ایران به بدتر از رژیم شاه گرفتار، یعنی دست آخوند بیفته، به قول ناصر خسرو زی شاه دوست پیش شیخ وارتگر، چنان بود رفتنم که از کام مور در دهن اژدها شدم. 1000 سال قبل گفت، زمان فردوسی. زی شاه پیش شیخ چنان بود رفتن، مشروعیت برای شاه نمی سازه. هر دو مزاحم حاکمیت ملی هم. بگذاریم. اما عیب اصلی آن است که آن این است که اغلب بی مثل و مانند است و دفعاتی که انجام میگیرد بسیار قلیل. عموما ما مشاهده حوادث جزئی، اوومان منظور به فرانسه، عموما ما مشاهده حوادث جزئی یعنی وقایعی هستیم. ما شاهده نه مشاهده عموما ما ببخشید شاهده حوادث جزئی، با اینکه خونده بودم اشتباه کردم، یعنی وقایعی هستیم که فقط یک بار روی میدهد و پس از وقوع از میان میرود و دیگر بار لااقل عین خود در با عین خود به صورت عین خود پدیدار نمیشود. بیولوژی علوم انسانی. بنابراین هرچند که این حوادث جزئی را به دقت و از جمیع وجوه، شکلها و وجهها، صورتها مشاهده کنیم و البته چنان که در فصل ششم یعنی فصل بعدی خواهیم دید، چون این حوادث بیش از یک بار به وقوع نمی پیوندد، چنین مشاهده جامع الاطراف محال است و نخواهیم توانست جز از راه تشابهات سست آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم. بحران‌های اقتصادی رو علل همهشون مختلف، ضمن اینکه علل مشترکی هم داره. به علاوه این مشاهدات وقتی به مغز منتقل شد، با احساسات و عقایدی که در آنجا انباشته شده و خیال نیز هر دم از آنها معجون‌های جدیدی می‌سازد، یعنی تصورات انسان آمیخته می‌شود، اون مشاهدات با اینا هم آمیخته می‌شود و معلوم است که از این اختلاط و امتزاج فقط همان دانشی بیرون می‌آید که در واقع مشخصه، یعنی مشخص کننده قرنها حیات بشری است، نه مشخصه. لکن امروز می‌دانیم که روشی وجود دارد که حصول نتایج عالی‌تری را ممکن می‌سازد و نه تنها در علم بزرگ،
فیزیک، شیمی، بیولوژی بخصوص در شناختن متداول ترین واقعیات زندگی روزانه نیز شواهد زنده ای بر توانایی های خود به دست داده است. از این رو نباید تنها اهل علم، این کتاب به این خاطر نوشته شده، و دانشمندان و محققانی که در مرکز علمی تحقیق علمی سر ان اس فرانسه، مرکز تحقیقات علمی فرانسه کار می کنند، با این روش آشنا باشند. مهندسین و مردم عادی و رؤسای ادارات هم باید این روش را بشناسند. به همین جهت روی سخن من به همگان است. جالب توجه این است که تنها کتاب فلسفه علمی که فرد فرهیخته فرانسوی خوانده باشد متعلق به یک قرن پیش است، یعنی کتاب مقدمه مطالعه طب آزمایشی، ترجمه کردن طب تجربی هم ترجمه شده، مقدمه مطالعه طب تجربی که درست در سال 1865 انتشار یافت. این کتاب هم 1966 اونی که میگه یک قرن پیش دیگه، 100 سال پیش. از آن تاریخ چندین کتاب بسیار خوب به فرانسه نوشته شده، به انگلیسی و آلمانی و غیره هم بعدا نوشته شد، اما همه آنها به جز کتاب گاستون باشلار دش خونده نمیشه، باشلارد نمیگم در فرانسه، آخرش ای نداره او نداره، چیز باشلار خونده میشه، گاستون باشلار که شاید تا حدی از این قاعده مستثنا باشد به اهل فن اختصاص دارد. یعنی تمام کتاب هایی که در این رابطه روش علوم تجربی نوشته شده فقط اهل تخصص میتونن از اون استفاده کنن، جز کتاب گاستون باشلار. البته بی‌اعتنایی مردم به این گونه امور یکی از علل این وضع بوده و هست، که دیگه میگم اهمیت که نمیدم، ما هم چرا کتاب بنویسیم براشون. اما من با کمال تعجب در مقاله‌ای به قلم یکی از فلاسفه معاصر خودش، سارت بوده، نمیدونم هایدگر بوده، در حال نمیدونم کی، بله، یکی از فلاسفه خواندم که کلود برنارد چون خودآموز بوده، یعنی منظما درس نخونده بود، اصطلاحات فلسفی نامتقینی در کتاب خود به کار برده که از استحکام اثر او کاسته است. ایراد بنی اسرائیلی میگیره. واقعیت اینه که کلود برنارد به صورت یه شاگرد یه پروفسور استخدام میشه، واقعا نبوغ استثنایی داشته. اون پروفسور آدم خیلی شریفی بوده. 5-6 ماه بعد یه مرتبه میبینه که این چجوری تشریح میکنه، برمیگرده میگه بسیار خوب، تو خیلی بهتر از منی. اینو در خیلی از مملکت ها پیدا نمیکنید، اینجور پروفسوری رو. بعد ترقی کرد، الانم انستیتو ناسیونال آگرونومیک، که انستیتوی کشاورزی فرانسه در خیابان کلود برنارد. اما من با کمال تعجب در مقاله‌ای به قلم یکی از فلاسفه خواندم که کلود برنارد چون خودآموز بوده، یعنی منظما درس نخوانده بود، اصطلاحات فلسفی نامتقینی
در کتاب خود به کار برده که از استحکام اثر او کاسته است. خیلی طنز جالبی ها بود. من فکر میکنم که این فیلسوف معظم فقط میخواسته است بگوید که کلود برنارد به اخذ دانشنامه دبیری فلسفه که تخصص اون فیلسوفه نائل نشده است یا بیولوژی، اما چون فقیر بود اول، اما این نقص اسفنگیز کلود برنارد ذهن را به نقص اسفنگیز اغلب کسانی متوجه می سازد که توانستند درباره روش آزمایشی یعنی روش تجربی چیزی بنویسند، زیرا این موضوع بدون شک یکی از مباحث فلسفه علوم است. کاملا راست میگه. بنابراین چون علوم تجربیه، فیزیک، شیمی، بیولوژی، و عجیبه که یه بیولوژیست قواعد رو پیدا کرد در فیزیک و شیمی دیدن درسته. بنابراین هر محقق که فقط با عمل تحقیق سر و کار داشته باشد، هرگاه در این باب چیزی بنویسد در فلسفه خودآموز است، و اگر فیلسوفی راجع به آن دست به قلم ببرد، چون اهل تحقیق نیست فیلسوف، در تحقیق خودآموز شمرده می شود. خیلی طنز زیبایی ها بود. در این گیرودار سخت بعضی محقق عملی را مرجح می دانند و ثابت می کنند کسانی که اصطلاحات معنوی فلسفه را که عموماً هم به وضع کاملا ثابتی در نیامده است از صورت اصلی خود خارج می کنند، بهتر از کسانی هستند که واقعیات را که می خواهند وضع کنند مستقیما و شخصا نمی شناسند. یه فیلسوف برداره راجع به روش علمی یک بیولوژیست کتاب بنویسه. این عده میگویند، اونایی که به تحقیق عملی رو مرجح میدونن، ترجیح میدن، این عده میگویند که فلاسفه به جای آن که با روش آزمایشی تحقیق علمی را بشناسند، از راه خواندن گزارش هایی که محققان درباره تحقیقات خود نوشتند از آن آگاه میشوند. بنابراین به جای شناختن واقعیت تحقیق، با تصویری از آن آشنا می شوند، به قسمی که سرانجام به وضع غارنشین افلاطون گرفتار می شوند که خود واقعیت رو نمی بینه، با زنجیر تصویرهایی رو می بینن، از روی اون تصویرها قضاوت می کنن که چه واقعی اتفاق افتاده، که اگر برم بیرون دیگه اون تصویرها از بین میره. ما هم اگر این تجربیاتمون ناقصه به مصول بریم، واقعیت کلی رو درک میکنیم. این چیز افلاطون اشراقی. بله. بنابراین به جای شناختن واقعیت تحقیق، با تصویر آن آشنا میشوند، به قسمی که سرانجام به وضع غارنشین افلاطون گرفتار میشوند. به نظر این گروه، یعنی اونهایی که عمل رو مرجح میدونن، تجربه رو، گزارش های دانشمندان درباره تحقیقات خود به جای آنکه نمایشگر علم در حین صورت پذیری خود باشد، حاکی از آن چیزی است که بعد از صورت یافتن آن به دست آمده است، به دست می آید. دانشمندان در گزارش خود به جای آنکه امور عادی و متداول را برجسته نشان دهند، جنبه های استثنایی و نمایشی و هیجان انگیز و نابهنجار واقعیت را برجستگی می بخشند. در تایپ بی شده. و حال آنکه در کار روزانه
عموماً جنبه عادی و متداول غلبه دارد. در کار روزانه جنبه عادی و متداول غلبه دارد، نه حالت استثنایی که دانشمندان در کتاب اغلب نقل میکنند. این انتقادها نکته های دیگری را پیش می آورد و به اثبات این مطلب منتهی می شود که یکی از کوچکترین عیب تاریخ علمی که فلاسفه حکایت می کنند بیشک عقب ماندگی است که ناگزیر در مجموعه اطلاعات اینان دیده می شود و این عقب ماندگی سبب می شود که فی المثل در سال 1965 برای مسائلی چون خبر نداشتن به هیجان در می آیند و گریبان چاک می کنند که در سال 1935 در آزمایشگاه ها موضوع بحث و گفتگو بوده و از مسائلی که امروز مطرح است بی خبرند. طبعا اسرار آزمایشگاهی رو بیرون نمیدن به این دلیل. لکن من به نوبه خود، یعنی فراستیه، این انتقادها را چندان اصولی نمیبینم، زیرا کتابهایی که فلاسفه در این باب نوشتند و من خواندم به من ثابت کرده است که این گروه از موضوع اطلاع مستقیم و مسلمی دارن، یعنی جنبه های مختلفش رو زیاد خوندن و یه مقدار اون نقص رو مرتفع کرد. با این امتیاز چه راجع به موضوعات متعدد و کار گروهی بزرگی از محققان به تفکر و تأمل تألیفی پرداختند، در حالی که هر محقق فقط به کار خود عالم است، یعنی متخصص، در حالی که فلاسفه میتونن جنبه وسیعتری رو در بر بگیرن. استثناءهایی وجود داره مثل راسل که هم دانشمند هم فیلسوف. لایبنیس هم اینجور بود، نه در حد راسل از نظر تألیف. بنابراین گرچه میدانم که وقتی فلاسفه میتوانن کلود برنارد را خودآموز یعنی درس نخوانده قلمداد کنند، می توانند مرا به جهالت متصف نمایند یا کنند، من به برتری ایشان فلاسفه اذعان دارم. من نمیدونم کدوم فیلسوفو میگه، شاید سارت یا نه نمی شاید اینجور نمی نویسه، و از ایشان تمنا می کنم به اظهاراتم فقط به دیده عقاید کسی که اهل عمل است و از عالم نظر بی خبر تواضع کرده بنگرم. من از روش هایی که به کار برده و هدف هایی که دنبال کرده ام و حالات عقلی و صفات اخلاقی که معتقدم، یعنی به آنها معتقدم، ادراک واقعیت را آسان می سازد سخن می گویم. من از روش هایی که به کار برده و هدف هایی که دنبال کرده ام، یعنی به کار بردم، بله، و هدف هایی که دنبال کرده ام و حالات عقلی و صفات اخلاقی که به آنها معتقدم ادراک واقعیت را به صفات اخلاقی که معتقدم ادراک واقعیت را آسان می سازد سخن می گویم. من در قالب ادبی که به استثنای اغلاطی که در نوشتن مرتکب می شوم و به استثنای یکی دو سه کلمه که برای آنها معنی خاصی قائلم، باید زبان لیتره، دیکسیونر معمول فرانسه در اون دوره باشد، مطالب خود را بیان می کنم. یعنی مطالبی که می نویسم از دیکسیونر لیتره است، تعریف هایی که در دیکسیونر لیتره اومده برای واژه ها، لغت ها. و این نکته را هم می گویم که مشاهداتی که من در اینجا عرضه می کنم
چنان که خواننده خواهد دید مشاهدات یک محقق عملی دانش‌های انسانی است، یعنی متخصص علوم انسانیه، نه فیزیک، نه شیمی، نه بیولوژی و نه ریاضیات، علوم تجریدی منطق هم البته جزئی از فلسفه میاد در علوم. و این دانش ها نه تنها در خور توجه و عنایتن، سیر و سلوک روش آنها هم گرچه هنوز محقق و مسلم نیست، موزلات و راه‌حل‌هایی را به دست می‌دهد که در علوم تجربی از جمله فیزیک، فیزیکو نوشته، را روشن می‌سازد و مفاهیم علوم فیزیکی که کامل‌ترین و روشن‌ترین علوم تجربیه، بله به این دلیل از فیزیک اسم می‌برد، و مفاهیم علوم فیزیکی به معمول و متداول را به صورت موارد خاص مفاهیم کلیتر در می آورد. فایدهش، دانش های انسانی جوان کنونی از همان لحظه ظهور خود با مسائل دشواری مواجه شدند که علوم فیزیکی که در زمان آرشمیدس پدید آمدند تنها امروز با آن روبرو هستند. با به دلیل مکانیک کوانتیک، عدم قطعیت و غیره، بر اونو که می نویسه فکر می کردن یقین، تنها امروز با آن روبرو هستند. بسیار ممنون. هفته بعد رسیدم به مراحل سگانه روش آزمایشی. کتاب سنگین و قابل تفکریست. بسیار ممنونم. شب و روز عزیزان به خیر باد.